امروز صبح اول فروردین 1399 هجری شمسی نوروز 1399 هجری شمسی اینجا خونه وحید رقی‌زاده، خونه پدری وحید رقی‌زاده در امریکای بابل هستش. آغاز سال 1399 هجری شمسی شبکه سوم سیما آقای رشیدپور، در اونجا شبکه اول سیما آقای اسدعلی ضیا، شبکه مراتو شبکه پنجم سیما و تبریک 1399 هجری شمسی ساعت 7:19 دقیقه تحویل سال 1399 هجری شمسی انجام شده. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الابال، حول حال نایل و احسن الحال. شبکه منوتو و ویژو برنامه دبیل سال خیلی شما مبارک نازنین خانم، امید دیدار. پیام رهبر خب امروز یکم فروردین ماه 1300 امروز یکم فروردین 1399 ساعت 7:19 دقیقه تحویل سال انجام شده و ما هم طبق روال همیشه این لحظات رو ثبت میکنیم، البته نه آنچنان خوشحال و نه آنچنان گریان. سری به افسین تنهاییمون بزنیم که طبیعتاً سالهای ساله که اون رو به تنهایی برگزار میکنیم. اول فروردین 1399 زمان تحویل سالم 7:19:37 امسال هم دیگه با اومدن کرونا جای مای قرمز و گندم خالیه، چون اصلا پیدا نمیشون. حال مای سفسین رو به این ترتیب جور کردیم با سکه و سماق و سیب و سنجد و سبزهای پلاستیکی که از قبل جور کردیم، این هفسینمون رو تونستیم به این صورت جور کنیم. شب امروز رو روشن میکنیم، به همین اولین لحظات سعی میکنیم تفاعلی به حافظ بزنم، ببینیم که امسال حافظ برای ما چه سرنوشتی رو رقم میزنه در سال 1399 هجری شمسی. یا حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی فالیست تو میخواییم فالی به صرف رازی، حافظ تو رو به حق رسول و جارد محصوم شاقه نماند پیش آمده انده ما رو بگوییم. خب این فال حافظ اومده که برای تو میخونه. ای خورم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بیگر عمرت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کان در غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک تو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا کی می صبوح شکر خواب بام داد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست، هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث
کمینگهی است زان رو انان گسسته روانت سوار عمر. بی عمر زندم من و این بس عجب مدار، روز فراغ را که نهد در شمار عمر. حافظ سخن بگو که در صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. صفحه بعدی رو به عنوان تفسیر این شعر رو هم میخونیم. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و لوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا بکشتی باده در افکن ای ساقی، که گفتند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مراد گر ز کرم باره ثواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشبو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این رخ سرگشته خراب انداز. به نیمه شب اگر آفتاب می باید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. اینم از شعر حافظ شیرازی در آستانه سال 1399 هجری شمسی و سالهای سال جدایی و فراق و قتل زن و همسر و خانواده و اقوام، که دست کم 27-28 نفر از اقوام ما قتل ریزدن. برادرم شهید شده مجیدی دقیق‌زاده و ماجرا هر روز برمیگرده به سالهای گذشته و دوری که بسیار غم‌انگیزه. و حتی دو برادر دیگری هم که خبری از اونا نبود، به نام پرویز و حمید، هم اونها هم درگیری ماجرا بودند و ما خبر نداشتیم. حمید بعد از تولد مجید تو بیمارستان به مادر میگم اونم فوت کرده، که در واقع اونم زنده است و به طریق اونو از خانواده ما خارج میکنه و همه برمیگرده به اجازی که در وجود من نهفته بوده و در امارای همه مشخص شده. حمید هم زنده بوده و حمید هم در جبهه به شهادت میرسه در جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، مجید هم به شهادت میرسه. یعنی من برادر دو شهیدم، مجید و حمید تقی‌زاده. به خودم هم که با این هم بلاها جانباز بالای 70% شدم و این زندگی ما شده متاسفانه، که انشاءالله بتونیم این زندگی رو با کمک دولت به نتیجه برسیم. پر از گیرولار بود، شستن، خالی کردن، اساس و فرش این حوادث. خب، حوادثی که اتفاق افتاده و بارها برای همه توضیح دادیم، که حالا علاوه بر این شهید مجید تقی‌زاده که در 4 دی ماه 65 در ولایت کربلای 4 به شهادت رسیده، حالا خبر دیگری هم باید منتشر بشه که حمید تقی‌زاده برادر دیگر من هم که در قبل از انقلاب تو بیمارستان ظاهرا به دروغ یا به اشتباه به خانواده‌ام گفتن که فوت کرده حمید، اونم زنده بوده، از خانواده ما جداش کردن و شنیدیم بعد از اینکه بزرگ میشه حمید هم در همون جبهه جنگ تحمیلی به شهادت میرسه. من برادر دو شهید هستم، مجید تقی‌زاده و حمید تقی‌زاده. و حتی خبری فعلا از پرویز نیست، چون من نمیدونم اون موقع سیستم بیمارستان به چه صورت بود. ظاهرا مادرم رو فریب دادن و ظاهرا این اعجاز خانوادگی در همه فرزندان این خانواده بوده. اعجازی که در قلب من عکس امام حسین رو میبینید، در پشت بدن من بال فرشته نما رو میبینید، دو بال دارم، که ظاهرا این اعجاز در برادران دیگر منم بوده، در حمید، در پرویز، که از پرویز خبری نیست. و از حمید رو شنیدم که دو برادری که از خانواده جدا کردن، به مادرم گفتم مرده، عملا زنده بودن. و حمید هم در جنگ تحمیلی به شهادت میرسه. من برادر دو شهیدم، مجید تقی‌زاده و حمید تقی‌زاده، که شاید تکان دهنده این خبری باشه که من امروز باید به شما بدم. بعد از شهادت مجید سعید کرامت نعمت بزرگی نقش آفرینی میکنن و بدرکاری رو انجام میدن.
قتل همسر اتفاق میفته، رویا به قتل میرسه، دنیا و ادامه ماجرا. عکسایی که براتون آشناست و اینجا شده نمایشگاه، نمایشگاهی پر از عکس ها و خاطرات تلخ زندگیم که اصلا نباید اینطور میشده. این تصویر آشنایی است که قبلا هم دیدین، عکس چهره به نام شبیه چهره امام حسین روی قلبم هستش، در اینجا میبینید. حتی شاخص سی تی اسکن هم منو متوجه شدن، کارشناسای سی تی اسکن اینجا شاخص دادن و هزاران اجازه که در وجود ما بوده هست. مولیانه هایی در مغز که سمت راستی شبیه پدر بزرگ مادری مساق باقریانه و سمت شبیه شبیه مختار ثقفی در سریال مختار نامه. شهادت برادر انجام میشه، خانواده بدلی کم کم شکل میگیره، برادر بدلی میذارن، زنو میکشن، پدر میکشن، خواهرو در صنایع هواپیمایی به قتل میرسونن به همراه سایر اقوام. پدرمونو از قبل در میارن در سال 79 و میبرن مشهد، دوباره اونجا میکشن و دیگه کل خانواده رو میکشن به واسه اجازه که در بچه‌ها وجود داره. اینا فکر کردن موسایی قرار به دنیا بیاد و تخت فرعونیان رو برهم بزنه و به این ترتیب تمام خانواده ما رو به قتل رسوندن. اینا که دم از اسلام میزنند و دم از شیعه، ببینید چه کردن. اینقدر اینجا عکس جنازه هست که من دیگه جا ندارم این عکس رو بذارم. بدلگاری زنهای بدلی بعد از قتل رویا، دنیا کافی، جاسوس لو رفته سارکوزی فرانسه، رویا و لیلا تو خواهر دو قلو بودن و دنیا هم نفر سوم این بود که نقش زنهای بدلی رو بازی میکنه، که ما از اون اول متوجه این ماجرا شدیم. به دنیا میگم ماجرا قویه، میگه رنگ موم همینه، گفتم روز عقب پس چرا مشکی بوده، میگه اون روز رنگ کردم، بعدا میگم صورتت چرا زرده، میگه مرمونم به هم خورده. گفتم باشه، همه چی انگار به هم خورده. این زخمایی است که دنیا توی قاپگاه دسکو مسکو رو بدن ایجاد میکرده، فیلماش هست. خود دنیا میخواست خودکشی کنه، از طبقه 13 مخواست خودش رو پرت کنه بعد از اینکه فهمید خانواده‌ام به قتل رسیده. ماجرا شبه‌سازی میشه در کنسرت مسکو 2005 مگادنس مسکو، که اینجا جنازه زهرا داره از دیسکو خارج میشه با شبه‌سازی صحنه و همین موارد رو بعدا اطلاع رسوندیم. سه بچه به قتل میرسن، امیررضا، حسین، این حسین و پویا. بدلگاری های برادر بدلی انجام میشه، نعمت بدلی با چماق به ما حمله میکنه، خواهر بدلی اینجا هست، به خودش اعتراف کرد باید نسبتی ندارم، به نام خانم صالحی آبیماشون زده میشه، بلوتوس در روغن تلویزیون من گذاشته میشه بعد از قتل پویا. نمیدونم این بلوتوس باید در تلویزیون آقای عدالله اساسی قاتل پویا قرار میگرفته، این بلوتوس رو بعد از قتل پویا تلویزیون من میذارم در تلویزیون من قرار میدم، که در واقع این بلوتوس چش تو تلویزیون عدالله اساسی بوده آقای کرگان. کارت بسیج اساتید دکترای شیلات، بالای 100 مقاله که 35 آی اس آی و 35 پژوهشی و بالای 30 تاش هم همایشی هستش. ماجرای قتل افسانو، قتل پویا، بدلکاری محسن شجاع مرزونی به جای پویا که الان اومده با دنیا کافی، یعنی این تصویر ازدواج کرده، بچه دار شدن و با همون زنگ زده میگه بچه بخواد کنکور شرکت کنه، گفته این بچه نیست، شوهر تعیز من، بچه شدم دنیا اومده، تبریک عرض میکنیم، کمتر ما رو رنگ کن که خداوند همیشه خیر الماکرینه. اینم آخرین عکس پویا هستش، اون بغل هستش محسن شجاع. این ماجرایی که بارها عکساش رو پخش کردیم و دیدین و ماجرا هنوز ادامه داره، ماجرای افراد دیگه در قتل پویا و افسانه، دختر عموم مشکوب بودن، بدلکاری و جرابلستیک در وسط دکتر امید تشکر انجام میشه که عکسش رو در اطراف مترو پارک شهر تهران موفق میشم بگیرم خودم و سایر موارد رو اینجا داریم میبینین. انقدر عکس زیاده که دیگه جایی در این اتاق برای مرور این خاطرات تلخ باقی نمونده. دفاعی من توی دانشگاه دولتی مسکو انجام میشه در دکترای شیلات، عکس دفاعی با دنیا و پروفسور استروگانوف عکس میگیریم،
پویا که اول سال 86 86 تولد من، آخرین تولد من که چهره ماتم گرفته دنیا، خودش میدونه چه بلایی سر من آورده و در روز تولد قیافش نگاه کنه. ماتم عظما پدر خانم که فوت میکنه، حالا من نمیدونم دیگه. امیررضا که بعد از سال 93 میره سفر مشهد که متاسفانه آخرین سفرش بوده، آخرین تولدش با من در فسفود دارشین گرگان. و اسمس هایی که راجب نمره زبانشه که نمره زبان این نمره زبان محسن شجاع مرزونیه که پسر دنبلیه و اینجامین میانگین سیهش نتیجه رد میشه، اسمس برام میاد نتیجه رد شده، در حالی که قبلا امیررضا یعنی همین پویا این اسم زبانش بالای 890 میورده. و بعد قتل ایشون این محسن شجاع میره امتحان زبان شرکت میکنه میشه 38 نتیجه رد. من نوشتم که نمره قبلیش 95 بوده که بعدم متوجه شدم که این پسر تنبل بچه من نیست و متاسفانه بوده توسط عدالتی به قتل رسیده. تا کانال های اشغال آقایون برقرار باشه قربانی تلویزیون شده بویا. این چهار موری منه که شکستن تو خونه بدری بعد از زدن دستبند داوطلبانه توسط سروان احمدی که این خاطرات رو قبلا مرور کردیم. تو مور سرطانی حاصل از 33 سال غذای سمی که به من دادن، آب، غذا و هوای سمی که به این گندگی در اومده. بعد آقای میگن وحید مرده، اگر وحید مرده این مرده به این گندگی حاصل 33 سال سم. آقای اطلاعات 33 سال غذا و هوا و آب سمی 33 سال. این این فتوشاپ نیست که، این پروژکتور پراید نیست که من بس کردم، این تصدیق شما اطلاعاتی است. این عکسای منه، این عکسای بچگی وحید تغیزاده. اینجا در اینجا سر میشکنه زمانی که سعید کرامت داشته یخ میفروخته جلوی نیما یک، به من گفته بشین اینجا من برم باور سیگار بخرم بیام. صورت عمدی حالا یه حادثه عجیب غریب، سنگ از زیر مینیبوسی یک دفعه پرد میشه و میخوره به سمت چپ اینجا پیشونیم که اینجا میشکنه و هنوز این اثر رو پیشونیم هست که نشون میده از این بچگی تا امروز خودم هستم و این اثر شکستگی هم روی ابروی چپ من هست. هیچ گونه عوض و بدلی انجام نشده، ما همیشه همین وحید تغیزاده بودیم، نه مردیم نه عوض شدیم نه بدل شدیم نه مغز ما تکون خورده. و این عکس ها عکس های بچگی همه که به ترتیب قبلا تی اسلاید فوتوکلیپ به شما نشون دادیم. عکس هایی که این عکس های نوجوانی منه، این عکس های این عکس کوچیکه عکس دانشگاه منابع طبیعی گرگان منه، این عکس زمان دیپلم دبیرستان مفتح منه، این عکس دانشگاه دریافت مدرس منه، اینم عکس دانشگاه دریافت مدرس منه. و ادامه ماجرا این آقای حسین زورگیر، حسین یزیزاده که خودش امیر یزیزاده معرفی کرده، زورگیر هستش که متأسفانه عضو پلیس امنیت گرگان هم هست، منو میزنه و درگیر میشه و فرار میکنه و ماجراش هم ادامه داره. همه سکوت میکنن، تحمل میکنن، دنیا جاسوسی میکنه، تابانشو ما پس میدیم بهش جاسوسان در امنیت این دولت. و اینجا نشون میده که دو تا بیادیا در کشور شهر درست میکنن و دنیا هم از همین باندا بوده. بعد از قتل رویاشون رو میندازن دو زندگی من با جره بلزیک. من هم اول متوجه میشم و میبینم ایشون همه چی رو انکار میکنه، میگم ما چرا قویه، میگه همینه، میگم زهر صورت چرا زهر شده، میگه همینه، مرمونم به هم خورده. گفتم باش منتظر باش تا من هورمونات رو ردیف کنم. عزیزم بهش جاسوسان رو هم نریده دادن، گروهی بودن که در زمینه عوامل محیط زیستی مثلا تحقیق میکردن و در قالب این داشتن نقاط موشکی و هسته‌ای ایران رو رصد میکردن که به هر حال اینطور که به ما گفتن، حالا من که چی از پروندهشون خبر ندارم، انداختن تو زندگی ما بعد از قتل رویا با جره بلاستیک. این ماجرای تولد امیررضا در بیمارستان بازرگان تهران نمایده 80. اینم همینطور اینم ماجرای تولد امیررضا در نمایده 80 در بیمارستان بازرگان تهران هستش. اودرو متوقف میشه به خاطر مهریه زن بدلی جاسوس لو رفته فرانسه. اینجا درخواست جلب ما رو میخواد، دنیا کافی جاسوس فرانسه که امضای زوریک در مزاری رو جلب میکنه. و خلاصه اگر این همه مصیبت داریم از اینها داریم، عذاب الهی شاخدوم نداره آقایون، دولت مردان ملت ایران عذاب الهی شاخدوم نداره. اینا اجرای اکام مهریه 1,300,000 تومان به خاطر زن بدلی. اینجا اینجا پسر بدلی میگه که نفقه منو بده، میگه
اگه نفقه منو ندی ازت شکایت میکنم. کی میگه؟ محسن شجاع مرزونی میگه که الان شده شوهر دنیا، بچه دار شدن با هم دیگه و امروز زنگ زده نفقه میخواد، دوباره نفقه شوهرش میخواد. بچه منظره کشتن، شوهر کرده، شوهرش شکل بچه کرده، با جهر برسیک میگه نفقهش بده. بزن باش انشاءالله در سلاح های آینده ما نفقه همه دون میدیم. این گلوله از پشت به هم میخور به مغزم شلیک مونن تو موسکو. سرگی گریزنوف میزنه به طلاد اوکراین به خاطر اینکه هواپیمای ناید و اینا خانوادگی ناید و منیجر بقیه رو میزنن توی سال 81 روی دریای سیاه توسط موشک اوکراین میزنن و بعد منو میفرستن مسکو که برو تو برو درس بخون مسکو دکترا بگیر، هیچ جایی هم نمیفرستی فقط بری مسکو. بعد که به تو هم برو تو هم بگوشن، بعد به من گله میزنن، من به واسطه اجازه خدایی که دارم گله تو مغزم نمین، این شاخص امارای نشون میده، گله میزنن من نمیرم و تعجب میکنن چی شد بقیه مردن این نمرد، تازه میفهمن که این خدا بود و ایشون مرگ نداره. تو بدن من تو قسمت شکمی چندین اثر گلوله هستش، روی پشتم باله و روی قلبم اثر عکس چهره امام حسینه، توی گردنم ترکش، نه این ترکشی که تو گردن من ازش کی رفته کربلای 4 انگام شهادت مجید تغیرزاده. من با تغییر الارض در سن حدود 11 سالگی با تغییر الارض در خواب به جبهه میرم و این ترکشو میخورم برمیگردم. این ترکش تو گردن منه، تا حالی که من نه جبهه، یعنی من با ماشین نه جبهه رفتم نه مانور رفتم و این ترکش تو گردن منه که نشون میده در همون شب مقدر وابستگی شهیدی که به مجید داشتم به اذن الهی ما واضح میشیم در عملیات کربلای 4 اینجا نوشته و که مقارم با میلاد حضرت مسیح بوده و اون شب ترکش میخورم و به سر معجزات مجید به شهادت میرسه و من دوباره به خانه برمیگردم با تیور عرض. اینا عکسایی هستش که در مسکو در مورد مغز ما گرفتیم و مشکلاتی که برای ما ایجاد شده. این عکس پویا هستش که خندونه و بعد از قتلش عکسش سایه چهرهش در امارای من میفته. اینا این دقیقا شاید پویا دندون جلویی که افتاده دقیقا شاید پویا، که عکس پویا در داخل مغز من حکاکی شده. این سمت چپی هم مادرم هستش، فزه باقرن که در سال 91 فوت میکنه، یه بیرزنی هست که با چادر نشسته، یعنی این دو فردی که در مغز من هستن هر دو تا فوت کردن. بر پویا به قتل رسیده و مادرم هم گفتن که حالا فوت کرده، که در واقع با این همه بلا میشه که مادرم هم از غصه دق کرده و تقریبا به دست خود اینا به قتل رسیده. از این دو نفر هر دو تا متوفا هستن. اینجا چهره ای رو در مغز ما دیده میشه، چهره شبیه یک خانوم هستش که شبیه موجیه خانوم اولگا از شبکه آرتیار رو روسیه هست که بعدا عکسش رو ما آنالیز کردیم و با فرستادیم بازه همه. این عکس های مغز من هستش، اینجا این عکس که میبینین شبیه موجیه شبکه خبری آرتیار روسیه خانوم اولگا هستش که آنالیز عکسش رو برای همه فرستادیم. این دو تا بال هستش، این دو تا بال، اینا دو تا بال عمودیه که رو پشت من هستش و اجازه دیگری از فرشتگان هست که در بدن من هست و اثر خوردن گلوله در پشت مغز من توسط سرگی گریزنوف مسئول اطلاعات اوکراین که در مسکو من شلیک کرده در سال 83 در اطراف مترو بیربا. این عکسایی هست که به حال انقدر عکس ها زیاده که ما جا نداشتیم عکس ها رو اینجا بذاریم. ماجرای این هم آقای روحانی که امیدواریم که به شکایت های ما پاسخ بده آقای روحانی و آقای رئیسی که چندین شکایت در همه دادگاه کردیم، بالای 34 پرونده فقط در مورد این شکایت ازش که همشون ما به این دفتر آقای روحانی ارسال کردیم، دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی ارسال کردیم، مجلس ارسال کردیم. این زندگی ماست، این همه جنایت واسه اینکه در روی قلب من اثر عکس امام حسین داره، رو پشتم اثر بال داره و کل ماجرا رو از روز اول می‌دونن، از سال 64 و حتی از زمان تولد ساواک اینو فهمیده بوده و از سال یعنی 54 از سال 54 من توسط ساواک رصد میشم به خاطر همین ماجرا، به خاطر اینکه روی سینم به حال تصویر امام حسین دارم، رو پشت بدنم بال دارم و سالش از 54 از همون یک سالگی
که تو بیمارستان تهران من رصد میشم و از اون موقع من از زیر نظر دارن و همه چیزو میدونستن از روز اول، از همون سال 54. اما متاسفانه مردم این ماجرا رو نمیگن، مردم این ماجرا رو نمیگن و سالهای سال این ماجرا طول میکشه و در این ماجرا برادرم در جبهه به قتل میرسه، زبون برادرم در میارن و جنازه انقدر فجیع من نشون نمیدن به ما و جنازه میرن همینجا تجنازه میکنن، میگن همسایه روبروی مهران رامین مرده، در حالی که اون جنازه مجید بوده تو قبر مهران رامینه و مهران رامین عملا زنده است، همسایه روبروی زنده است و در تهرانه و سعید کرامت بعدا نقشش بازی میکنه که ماجرا رو قبلا برای شما توضیح دادیم. به هر حال ویدئوهای دیگر هم به زودی در راه، در همین روز عید من منتشر میکنم در مورد چگونگی شروع ماجرا و چی شد که سعید کرامت چی سناریوی رو اجرا کرد برای اینکه ماجرا لو نره که به زودی در همین نوروز من منتشر میکنم. خلاصه پیام من مسئولین اینه، در قبال شکایت هایی که انجام دادیم جناب آقای روحانی رئیس جمهور، جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه، جناب آقای برادران لاریجانی ریاست مجلس، دیگه من نمیدونم انتظار برای چی. بالای 53 کلیپ ساختم در 3 سال گذشته و کل ماجرا رو به تصویر کشیدم، صدها عکس آنالیز چهره ها رو دونه به دونه آنالیز کردم و همه چهره ها تقلبی هستن. بالای 28 نفر به قتل رسیدن، بعضی میگن بالای 100 نفر، یعنی تمام فامیل دورمون هم میگن به قتل رسیدن. من هنوز فرصت نکردم برم اونا رو بررسی کنم، بعضی تو روستا هستن، بعضی دیگه هستن خونه هاشون عوض کردن. 28 نفرش که با اطمینان کامل خدمت شما عرض کردم، من کسی تو ایران ندارم، دانشگاه حقوق مرا قطع کرده از مراد ماه 1398 تا الان حدود 8 ماه قطع کرده و اخیرا اینقدر توی سایتو فیلم گذاشتیم، درخواست پول کردیم مساعده به ما دادن. خب به هر حال کمر ما رو شکوندن، 4 تا کمر ما رو آمپول اشتباهی زدن، ربات صلیبی پای چپ منو پاره کردن. دیگه من دیگه نمیدونم، شما دم از اسلام میزنی، دم از قرآن میزنی، لباس پیغمبر تنتونه، این که روی قلب منه آقایون، این عکس امام حسینه، عکس شبیهش، عکس امام حسین شبیهش رو تو گوگل پیدا کردم که 99 درصد شبیه همین عکس است که روی قلب منه. شما که دم از اسلام میزنی، شما که لباس پیغمبر داری، با کی داری میجنگی؟ شما یه نگاه به این عذاب های 3 سال اخیر بکنین، اینا همه عذاب های الهی آقایون، اینا نه کار آمریکا، نه کار اسرائیل، نه کار چینه، اینا عذاب الهیه. به خاطر چی؟ به خاطر همین قتلامی که کردین. بارها براتون توضیح دادم نازنین رو من ندادین شیراز تا آقلا سیل اومد، نازنین متولد شیراز و ساکن گرگان، دنیا کافی رو فرستادین با حسن نادری ایتالیا، سیسیل ایتالیا آتشفشانش منفجر شد و آب تمام ونیز شهر ونیز گرفت، دنیا کافی جاسوس سارکوزی فرانسه بود، نوتردام و پاریس رو آتیش زدیم، نوتردامی که دو تا جنگ جهانی سالم مونده بود، کلیسای نوتردام، پدر جنگلبان ما از غرب در آوردین، کشتین، جنگل‌ها آتیش گرفت که همین عذاب الهی بود، جنگل‌های ایران، جنگل‌های روسیه، جنگل کالیفرنیا، جنگل استرالیا، به خاطر اینکه پدر من یک جنگلبان بود. هر بلایی بر هر عضوی از خانواده آوردین نتیجه‌شو دیدین. می‌خوین ادامه بدین مسئله نیست، ولی تعجب نکنین که چرا اینم بلا به سر ما زیاد شده در این دو سه ساله. علتش اینه که من دو سال اخیر من شکایت انجام دارم به دستگاه نظامی تهران و بررسی نکردین. گفتین کسی نکشتیم، که هیچ کس نکشتیم، همه هستن. شما اشتباه میکنی. تام باش. شما اگه دستگاه تشخیص هویت نداریم ما میفرستیم به مرجع بین المللی، اونا دستگاه تشخیص هویت دارن، اکثر بررسی میکنن و میبینن که دستگاه 28 نفر همین الان تا امروز که من حساب کردم 28 نفر به قتل رسیدن. زن و بچه و خانواده کل همه. تازه من شنیدم بیشتر از ایناست. حتی فامیلای دورم هم میگن کشتن. من فرصت نگردم چون روستا موسا هستم از خونش نواز کردن، من نه تو نظرم برم اونا چک کنم. به هر حال آقا این فاجعه خیلی شدیدتر از این حرف هست و همش هم به خاطر این که توی خانواده ما اجاز بوده، حتی برادرم حمید تغییر زدم شهید شده که مادرم موقع تولد حمید گول زدن گفتن بچت مرده، الان فهمیدیم حمید زنده بوده در خانواده دیگری داره زندگی میکرده و بعد موقع جنگ اونم رفته جبهه، اونم شهید شده، مجیدم شهید شده، من برادر دو شهیدم و منم جانباز 70 درصدم، سه جور سرطان امز و بیماری مختلف گرفتم، داخل بدنم پر از گلوله است، تو مغزم گلوله است، رو گردنم ترکش نارنجکه. دیگه از خانواده ما شاید بگم نمیدونم تعریف نباشه، فکر نکنم خانواده مثل ما جان و هستی و نیستیش و فدای این اسلام و انقلاب و ایران کرده باشه.
به هر بینندگان عزیز، همیانان عزیز، مسئولین عزیز، تعجب نکنین که در 3 سال اخیر چرا این همه عذاب الهی نازل شده. دقیقاً مورد به موردش برای شما گفتم. عذابای ایتالیا و فرانسه به خاطر دنیا کافی بوده. سیلاب به خاطر نازن خانم بود از شیراز شروع شده تا گلستان. جنگل‌ها آتش گرفته به خاطر پدرم بوده که جنگلبان بوده، ماها حفاظت جنگل انجام میداده و موارد دیگه. هواپیمای خواهرم زدین تو اوکراین انداختین، اینجا تهران هواپیمای اوکراینی میفته پایین. دیگه فکر کنم عقل داشته باشین که اینا رو خودتون سنجش کنین، لازم نباشه اصلا من بگم. دیگه شما این دیگه قرامت بدین، من دیگه تو این کشور نمیتونم زندگی کنم، امنیت ندارم از خونه برم بیرون، امنیت جانی ندارم، من تامین جانی ندارم مسئول عزیز، از خونه نمیتونم برم بیرون. چرا؟ واسه اینکه تو گرگان کسی که زورگیری کرده با من، واسه پلیس امنیت گرگان بود آقایون. چرا؟ واسه اینکه دور میدونه دیسکو، زیر میدونه گرگان همه دیسکو زدیم. میگه واسه دور میدون قدم نزن شما، بزنیم من میزنیمت. واسه شما همه میدونه دیسکو زدی، یه میدون خالی گذاشتی من اونجا قدم بزنم. ماشین منم گرفتیم بعد مریه. مریه کی؟ دنیا کافی جاسوس لو رفته فرانسه. زن من رویا بود آقایون. قش در معامله رو خوندی شما علمای عظام در وزل میقوم یا نه؟ قش در معامله. میگه اگه داخل لوبیا یه دونه ریگ باشه، طرف حق داره لوبیا رو پس بده. شما زن عوض کردی، برادر عوض کردی، خواهر عوض کردی، همه رو عوض کردی. این قش در معامله از چی آقایون؟ مسئله نیست، میتونیم به جنایتتون ادامه بدین و از عذاب الهی هم تعجب نکنید. من رو که مسلم امروز به همه ایرانیان و جهانیان بگم، من با یک حرکت میتونم ویروس کرونا رو متوقف کنم، ولی امروز این کارو نمیکنم. بعد از ازدواج با نازنین خانم و بعد از اینکه نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین محقق شد، ما منت نهادیم و مستضعفان رو پیشوای شما قرار دادیم، ائمه و وارثین رو. ائمه تمام شد، وارثین همون من هستم که وارث زمین پدریم هستم در روستای باریکولای مزون آباد که کروکیشم برای شما فرستادم، که اونم سعید کرامت خورده رفته تایلند اشغال کرده، نصفش خورده. شما شاید قرآن حفظ باشین ولی به آیات قرآن توجه نمی‌کنین. و نجعل هم ائمه و نجعل هم وارثین، وارثینش منم. مل خودتونه، میتونیم حرفم باور کنیم میخوای نکنیم، ولی از این همه عذاب الهی که در سال سه سال گذشته دیدین و در 3 سال آینده هم خواهید دید اصلا تعجب نکنین. ماجرا مثل ماجرای قحطی دوره یوسفه. در 7 سال قحطی دوره یوسف، فرعون یوسف رو به مقام خزانه داری گماشت تا اون رو از اون قحطی نجات داد. من وظیفه دارم تاریخ و آنچه رو که شما مطالعه کردید، من مطالعه کردم، شما یادآوری کنم. دیگران خودشون مختارن. تو میتونین مشکلات مملکت حل کنین. همین. می چنان قحطی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. این مال کتاب دبستان ما بود. در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق نازنین خانم. دونه دونه تفسیر کنم شاید برای شما بهتره. ما کارو ما کارو لو والله خیر الماکرین. خدای جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. به حال من 53 کلیپ ساختم، 2 تا کلیپ دیگه هم تو همین عید، علاوه بر این کلیپی که الان دارین می‌بینین میشه 54می، 2 تا کلیپ هم تو همین عید به شما میدم میشه 56می. اگر فرصت کردم ویژه برنامه نوروز هم میزنم. اگر مختصری توقف بود به خاطر اینکه کامپیوترم پر شده بود، پول نداشتم هارد بخرم و مشکلات زیادی داشتم، پول از غذای شبم نداشتم. به حال امیدوارم که مسئولین به خودشون بیان و نخوام با خدا بجنگن. اگر آیات قرآن یادتون هست، علم ترکفه به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تذلیل، آیا دیدین که خداوند با آنها که به خانه خدا حمله کردن چه کرد؟ در ابتدای اسلام اصحاب فیل به خانه خدا حمله کردن، اینجا سروان احمدی با 4 تا موتور هوندا به خانه خدا حمله کرد. چرا؟ واسه این نعمت بزرگی لو رفته بود. اون لو رفته، من باید درگیر بشم با من؟ دستم آوردم جلو، دستمند زدم، بعد زدن 4 تا موتور منو، بعد این دستمند زدن. کاری کردن که اسرائیلی‌ها با مسلمان‌ها نکردن، کاری کردن اسرائیلی‌ها با مسلمان‌ها نکردن. دست منو داوطلبانه آوردم جلو، دستمند زدم، بعد آوردن اینجا جلوی ایوان 4 نفره انقدر لگد زدن با پوتین و بوتوم، 4 تا موری منو شکوندن، کتف منم در رفت. آقای نگیر قصاص باشه، من بخوام اینا آقایون قصاص کنم. به حال گفته باشم. و اگر وقتی دادگاه رسیدگی نمی‌کنه، من مجبورم ویدیو بذارم تو فضای مجازی که همه دنیا ببینن، همه مجامع حقوقی نظامی دنیا ببینن. اما عواقبش به عهده خودتون. شما یه دنیا کافی انداختی به جان من، هر چی بلا می‌خواد سرم بیاره. و امروز پرونده شما میره تو FITF، کمی نمایندگان مجلس شما میگن مگه ما مهاجریم، بخوام آب بخریم، بخوام اسلحه بخریم، از FITF اجازه بگیریم. ببخشید شما آقای نمایندگان مجلس، یه سر از دنیا کافی
خبر بگیرین، یه سرم به شعبه یک حقوقی گرگان سر بزنین که ببینین نتیجه اینکه پرونده شما به FITF میره. همه دست گل دنیا کافیه، این دنیا کافیه جغله به قول معروف تمام کشور رو هم زده. به من که گفتن ایشون جاسوس لو رفته فرانسه است، پس نمیدونم چی صاف صاف میگرده و تمام زندگی شما رو داره خراب میکنه. به من ربطی نداره، ایشون با من درگیر میشه، سعید کرامت اینجا با من درگیر میشه، من مجبورم امر فضای مجازی منتشر کنم و اون وقتی که اونا تحریم میکنن 80 میلیون میرن به باد. چرا؟ چون قوه قضاییه ما حریف دنیا کافی نیست، حریف سعید کرامت نیست، برادر بدلیه اومد اینجا از خونه بیرون نمیره. به من میگه تو رو من راه نمیدم. دادم باشه. ویدئوی امسال نوروز منتشر میشه راجع به کارهای کلاهبرداری که کرده، زندانی که رفته، با تمام جزئیات که بفهمین که من رفته میشون نجات بدم از گرفتاری، خودم اسیر کردم. این ویدئو کاملا دیدنی خواهد بود، حتما ببینین. به هر حال خلاصه کلام بلایی که دنیا کافی سر من میاره، با سعید کرامت همین خونه بغلی من نشستن، الان پشت دیوار نشستن زرزلا میکنن سر من میاره، من مجبورم ویدئو بگیرم منتشر کنم تا مشکلم حل بشه. و دیگه میدونین دیگه، ابرقدرت‌ها هم ویدئو ما رو میبینن و 80 میلیون تحریم میکنن. یعنی قوه قضاییه ما حریف دنیا کافی سعید کرامت نمیشه، دو نفر حریف این دو تا نمیشه و ما 80 میلیون تحریم میشه. دیگه گفتن از من کار جنایت ها اینو بی شماره، نامحدوده، میلیون ها جنایت کردن در حق من. پس آقای ظریف، اگر پرونده ما رفت FITF، مقصر کیه؟ دنیا کافی. مقصر کیه؟ شعبه یک حقوقی گرگان مقصره. بله، بفرمایید تشریف ببرید اونجا، به شما میگن که هر بلایی که سرمان آوردین شهر سر شما آوردن مجموعه جهانی. دقیقاً همه چیز در جریان هستن. هر بلایی که سرمان آوردین سر دولتتون آوردن. پرونده FITF شما آقای ظریف برمیگرده به جنایت دنیا کافی در شعبه یک حقوقی گرگان. بفرمایید پرونده مطالعه کنین. وقت میفهمین که تمام شهر مملکت دنیا کافیه. همین. من به هر حال باید از خودم دفاع کنم، یا در دادگاه یا در فضای مجازی. من ملک بودم، فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. چنین قفس نه سزای من خوشالها نیست، روم به روزه رزوان که مرغ آن چمنم. من لایق این اتاق نیستم که اون طرفش انباره، تو انباری دارم زندگی میکنم. بارا اینو گفتم. خلاصه مسئولین عزیز، آقای روحانی، آقای ظریف، آقای رئیسی، آقای لاریجانی، اگر مشکل من حل نکنین، غرامت ندین، یعنی هر روز تحریماشون بیشتر میشه. من کاری نمیکنم، من فقط مشکلات گزارش میکنم در سایت. شما میبینی، خارجی ها میبینن. خب بعد این فیلم میبرن شورای امنیت سازمان ملل، تحریماتون در برابر میکنن. بعد نمیدونی از کجا خوردین، از دنیا کافی خوردین، از سعید کرامت خوردین. بس سلام. خب من ادامه میدم تو نتیجه بگیرم. من که نمیتونم بیکار بشینم که. منم مثل شما آرزو دارم، منم مثل شما هدف دارم تو زندگیم. منم با نون و پنیر رسیدم، پدرم درس خوندم به اینجا رسیدم، 100 تا مقاله چاپ کردم به نام دانشگاه منو دبی گرگان. من باید اخراج بشم؟ من جانبازم 70%، کلی ترکش گلوله دارم، من باید زندگی من باشه؟ طرف تو تهران یه دونه ترکش توی باسنشه با بنز دور میزنه، میگه من جانبازم، یه دونه انقدری با بنز دور میزنه تو تهران. دیگه من تا کی با شما محترمانه صحبت کنم آقایون؟ مسئله نیست، من دارم میگم تعجب نکنین، یعنی فکر نکنین که سال 88 سال بعدی بود. از الان همین امروز به شما قول میدم سال 98 سال بعدی بود، سال 99 بدتر از سال 98 خواهد بود. اگر این قلب امام حسین منه، اگر این بال فرشته منه و اگر به حرف من اعتماد دارین که خود اطلاعات معترف که شما خدا هستی، میام غرامت منو بدین، میگه تو وحید نیست دیگه، تو خدا هستی. گفتم پس جرم شما سنگین داره. میگم غرامت قتل عام خانواده منو بدین، میگن تو وحید نیست، وحید مرده، تیر خورده مرده، تو خدا هستی. خب بدتره که، پس جرم عذر بدتر از گناه آوردن. وحید خدا هستم، پس غرامت همه اونایی که توی 30 سال گذشته مردن اونا رو میخوام بهشون بدم دیگه. اونا اومدن عذر بدتر از گناه آوردن. خب میبینین دیگه مغزشون کار نمیکنه. خب اگه من خدا هستم که باید بارشاتون بشم، پس دیگه عذر بدتر از گناه آوردین، پس غرامت همه اونایی که بی گناه مردن رو بدیم ما بهشون برسونیم دیگه، بدیم به بنر شهید، به همشون برسونه. به هر حال من فقط ضمن اطلاع به شما گفتم، اگر شما از عذابهای سال 98 خسته شدین، اگر همین امروز مژده غرامت و اقامت دائم من در خارج کشور رو ندین که خود آفتاب بگیرم تا این تن من از درد آروم بشه و با نازنین خانم ازدواج کنم و برم میامی آفتاب هم بگیرم. اینجا هوا ابریه، نه این هوا ابریه، اینجا آفتاب نیست آقایون، این خونه ماست، اینجا هوا ابریه، اینجا آفتاب وجود نداره که من خودم آفتاب بگیرم. این از زندگی ماست، اینجا هوا ابریه، آفتابی نیست که من آفتاب بگیرم و این کمره رو خوب بشه از چهار موره که شکسته است. لطف کنین هر چی زودتر
قرامت ما رو بدیم و بریم آفتابمون رو بگیریم که ما از این سناریوهای شما خسته شدیم دیگه. دقیقاً اینا بخواد ادامه بدیم ما اصلا ادامه بدیم، ولی من امروز به شما قول بدم چه اتفاقی میفته. شما مسئولی نمیدونی چه اتفاقی میفته. آخر ماجرا هم باید قرامت بدین، همین هم بلا و مصیبت عذاب رو تحمل کنین، یعنی هم چوبو میخورین هم پیاز هم فلفلو. نه من معذرت به شما بگم، چون شما بعدن شما خواهین گفت ما نمیدونستیم، به ما نگفتن، اطلاعات به ما دروغ گفت، اطلاعات به ما چند پرنگ گفت، اطلاعات گفته تو مردی هستن. خب من مردم الان دو روزی که ویدئوی منتشر میکنم راجب کلاهبرداری و سرقت آقای زید کرامت که اونم ساختگی بوده، سناریو بوده با جزئیات پرونده، با کلمه به کلمه شماره پرونده، با همه موارد که بدونین که در سال 73 تا 75 چه بر من گذشته. به هر حال ما فعلا کرامت میخوایم ازدواج کنیم و نازنین خانم بریم میامی. خلاصه کلام بیش از این شما لطف کنیم، اگه این ماجرا ادامه بدین دورشون تو چش خود میره، هم عذاب الهی سرتون میاد و این ماجرای ویروس ادامه خواهد داشت. رو کراس بگم من میتونم ویروس کرونا همین امروز متوقف کنم، ولی نمیکنم. بعد از ازدواج با نازنین خانم امروز متوقف کنم، مدالش کسی دیگه میگیره. متوجه؟ یعنی اون کرد. خب من اینجا نشستم دیگه، نمیدونن من قدرتای بنده نمیدونن، میگن فلانی کرده، بیا فلانی بیا بهت مدال بدیم. درسته؟ خب پس من زمانی ویروس کرونا در تمام دنیا با یک حرکت متوقف میکنم که با نازنین خانم ازدواج کرده باشم و نجعل هم احمد و نجعل هم وارثین هم محقق بشود. و سلام دیگه حرف همون زدم، بارها هم زدم، ولی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. میگه خوشتر آن است که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما که زبون امو دارو بود بس که شما گفتیم. امروز 1 فروردین 99 به امید روزی که دولت عاقلانه فکر کنه و بدون اینکه غرامت منو بده ضرر نمیکنه، و اگر غرامت منو نده ضرر میکنه، ضرر بسیار زیاد. رو کراس بگم آقایون، این ویروس کرونا تازه روز خوش شماست و روز خوش ما هم. منم ضرر کردم در این زندگی، فقط شما ضرر نکردی که. منم الان میخوام ببینم آب معدنی بخرم گرون شده، منم یه نوشابه بخوام بخرم گرون شده، منم میخوام یه فلش بخرم گرون شده. پس اگه امروز غرامت منو بدین به نفعتون آقایون، وگرنه من از همین امروز اول فروردین به شما قول بدم اگر غرامت من ندین که نتونم ازدواج کنم و برم، یعنی مطمئن باشین امروز روز خوشتونه و سال 99 این سال اومده بدتر از سال 98 خواهد بود. من همین امروز به شما بگم. خب یه مردان خدا پرده بندار دریدن، یعنی همه چه غیر خدا هیچ ندیدن، آنکه رو اسرار حق آموختن مر کردن دهانشان دوختن. بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم. فقط خلاصه مختصر مفید بگم، ملت ایران دولت ایران اگه امروز غرامت دیگه غرامت من ندین، تازه امروز روز خوشتونه، روز خوشتونه، یعنی ممکنه کار به اونجا برسه تمام جنازه شما سر خیابون بیفته و نه سپاهی باشه نه اورژانسی باشه جنازه شما رو جمع کنه، تعفن شهر رو بگیره. رو کراس بگم من خبر از آینده به شما میدم و دلسوز شما هم هستم. در لایحه‌ای که نوشتم به شما گفتم چه اقداماتی انجام بدین، چه غذایی بخورین، ویتامین سه فلان که مثلا کرونا نگیرین. نگران جنگل شما بودم، گفتم چوب از روسیه وارد کنین، جنگل‌ها رو قطع نکنین و پیشنهادای کردم. پیشنهادای دلسوزانه است، پیشنهادهای ملکوتیه، پیشنهاد شیطانی که نیست که. گفتم درخت‌ها رو قطع نکنین از روسیه بیارین. اینا این چوبای خونه ما، ببین چوبای خونه ما رو ببین، این چوب خونه ماست، حالا مشخص باشه چوب نراد روسیه آقایون. این قبل از انقلاب اومده، ولی بعد از انقلاب متأسفانه شما چوبا رو گفتین از روسیه چوب وارد نکنیم، اومدین درخت‌ها رو قطع کردین، حالا شدین سل همون کشور گرفت. این چوبای خونه ما از سال 57 ساخته شده، 59 ساخته شده. پس اون موقع مسئولین عقل داشتن، چوب از روسیه وارد میکردن و درخت‌ها رو دست نمی‌زدن. پس پیشنهادی که من کردم پیشنهادی سازنده است و منم دلم از این مملکت و مردمش می‌سوزه، ولی متأسفانه پستی ندارم که این حرفا رو به گوش شما برسونم. پیش از این وقتتون نمیگیرم. خلاصه کلام مسئولین عزیز، دیو غرامت رو لطف کنین بدین ما با ناظرهان ازدواج کنیم بریم مایمه آفتاب بگیریم. همین اگرم ندین رو کراس بگم آخرش هم چوب میخورین هم فلفل هم پیاز هر سر با هم. بله من چیزایی میدونم دیگه. میگه آنکه رو اسرار حق آموختن مر کردن دهانشان دوختن. مسئولین عزیز من همه چیزی نمیتونم بگم. ایام بکام، سال خوبی داشته باشین، سرشار از شادی و نشاط، انشالله غم آخرتون باشه اگر مسئولین شما عاقل باشن. وحید دقی زاده، خونه پدری امیرکلا، 1 فروردین 1399. و سلام.
و چرا باور نکنیم؟ از این پیامبر هزار معجزه و هزار وعده محقق شده دیده ایم و یک تخلف نه، به راستی یک رسول چقدر باید معجزه بیاورد تا به او ایمان آورد؟ و درست گفت آن عزیز ورزشکار که حل تمامی مشکلات در گروه اطاعت از نائب امام زمان است. درست داره بولم نصر اینو شستم، بعد پدرش گفت 20 سنم میدم بیر دننده بگیر، دننده شیری باید بگیر، آن معنیش که نرفت بگیر. گفت نه بگم، بعد بعدم دننده شرف شد، همیشه 20 سن میداریم دننده میگیردیم، نزش، میترشد، خیلی میترشد. از اولم کلکی بود. از ماده چیز، از اون گوله میدرسیم. دکتر گوله، دکتر زاره، ادی ریزمیز بود، دکتر بود، خالی کچی بود. گوه این بین کچی که دکتره، تو کچی، تو ریزی بود. بعد دنیم حسن برگشیم، ترشی، اینقدر ترشی، اندر را گیده، نوید اندر را. نوید خالی ناسید میگشید، خدا شاید. نوید خالی ناسید میگشید، خواه این نوید بیم نازین شمهید، بیم بچه های نوید خیلی دوست داشت. مثلا هزار میابود اینجا، هزار میابود بلو با خودش، هزار بلو پایش میخوابون، رزبانه میابود. یه دیگه، مگه من نایین نمیداری من کنگور دارم، رزبانه میاره اینجا، اما چگاه کنم اینه؟ یه روز آورد اینجا درز داره، گذاشت پیش صابخونه، صابخونه ای آورد اینجا، من سر چیز بود، گفتم بگه، وی جان این بار بلو دکنم، گفت وای نایین نمیداری من درش دارم. بده، چه بده؟